سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به کانال خودمون قراره بازی آنلاین دو نفر رو با هم دیگه ببینیم. پس قبل از اینکه بسازیم بازی حتما ویدیو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله فعال کنید تا در صدر گذاشتن ویدیوهای جدیدتر نوتیفیکیشن بهتون اطلاع بده. خب بچه‌ها بریم سراغ بازی. اون توضیح در مورد بازی بدم بچه‌ها. بازی به صورت 1 به 1 هستش و گلد 3000 تا، نوراش 10 دقیقه، اسپید 50. بچه‌ها داخل این بازی می‌خوایم تا جایی که ممکنه بچه‌ها بهینه‌سازی کنیم گلدمون و یه مقداری گلد بیشتری نسبت به بقیه بازی‌ها به دست بریم. خب میریم سراغ اکونومی. اولین کاری که ما کردیم اومدیم انبارمون همونجوری که خودتون می‌بینید پاک کردیم و توی سازه‌ها ساختیم. بعدش اومدیم 4 تا دونه میکده و بچه‌ها موضوعی که هستش اول کار اونم تعداد خیلی زیادی چوب خریدم و همین اول کار تعداد خیلی زیادی مزارع گندم ساختم. به هر حال یکی از تغییراتی که برای به دست آوردن گلد بیشتر میخوام انجام بدم که اولین کاری کردم اول مزارع گندممو ساختم. بعدش رفتم سراغ سازه سنگ و آهن و 2 تا آسیاب ساختم تا یه جورای آردامون رو آماده کنن و ما خیلی سریعتر بریم سراغ ساخت نونواییامون و بتونیم پول بیشتری نسبتا به دست بریم. الانم تقریبا فکر کنم دیگه میکدام شروع به کار کردن و میتونم از ابزار شکنجه هم استفاده کنم. دقیقاً همونجوری که بهتون گفتم میام به تعداد خیلی زیاد ابزار شکنجه میگیرم تا همین اول کار بچه تولیداتمون رو یه مقداری سرعتش رو بالاتر ببریم. الان هم همونجوری که خودتون میدونین میریم تو کار ساخت نونواییامون و دیگه کم کم خودمون رو بچه آماده میکنیم که پول خیلی زیادی به دست بیاریم. الانم انبار سلاحو میسازم و سازه زره ها من بچه اوکی کردم. الان فکر کنم چند تا دیگه سازه زره مونده اونا هم بسازم دیگه خیالمون راحت. بله بچه الان 6 تا سازه زره که برای هر اکونومی لازم هست و میسازم و الان مواد اولیه بچه میکدام سازش رو ساختم. الان دیگه تنها چیزی که فقط مونده اینه که یکی حواسم به تعداد نونواییام باشه و دومیش این که ابزار شکنجه و از این نظر دیگه بچه هیچ مشکلی نداریم. خب یه مقداری با کمبود گل مواجه شدم و مجبور شدم یه مقداری بچه ها از آهنای خوابم رو بفروشم و بعد اونا رو تبدیل به چوب کنم و یه مقداری تعداد نونواییامو بیشتر کنم، اکونومی گسترش کنم. الان همجور که خودتون میدونین بچه شکنجه کام یه مقداری از کار افتادن و دیگه از شکنجه پاسخوی این همه کارگر نیست و من باید مدام بچه پول به دست بیارم و خیلی سریعتر این ابزار شکنجه رو دوباره راه اندازی کنم. الان یه مقدار گل داشتم، حالا اگه بتونم بله بچه ابزار شکنجه دوباره شروع به کار کردم و این خیلی خوب شد و ما تونستیم دوباره بچه به تولیدات بیشتر خودمون دست پیدا کنیم. یه مقداری تعداد پاپام داره بیشتر میشه و یه دونه میکده اضافه کردم، چوبم داره میرسه. از این نظرم دیگه خیالم راحته که چوب خیلی زیادی الان به دستم میرسه. یه تعداد گندم فروختم، الان یه جورایی 1000 تا گلد از همون مقدار گندمی که اول کار ساخته بودم و یه جورایی اولین تغییری بود که داخل این اکونومی انجام شد این بود که اومدیم بچه به تعداد خیلی زیاد مزارع گندم ساختیم و الانم دیدید که 1000 تا گلد بهمون داد و اومدیم ابزار شکنجه رو یه مقداری بیشتر کردیم و بعید میدونم دیگه بچه ابزار شکنجه دیگه مد نظرمون باشه. اگه این پاپا اجازه بدن ما تعداد نونواییامون رو بیشتر و بیشتر کنیم. یکی دو بار بچه توجه کرده باشه من نونواییامو یه مقداری ناهماهنگ ساختم و مجبور شدم پاکشون کنم. برای اینا خودشون باعث میشه که ما یه مقداری از بازی عقب بیفتیم و بیشتر این باگا بچه داخل پچ 1.3 هستش و اگه شما 1.1 بازی کنین پچ 1.1 رو استفاده کنین دیگه از این باگا یه جورایی به قول معروف لگ دیلی چیزی داخل بازیتون قطعا ندارید. الان میبینید که حدوداً 1000 تا گلد دارم، یه مقداری جمعیتم بچه‌ها به حد اکثر رسیده بود. اومدم اون تعدادم خونه ساختم و دیگه الان جمعیتم اوکی شد. الان فقط میگم همونجوری که بهتون گفتم تعداد نونواییام بچه‌ها به نظرم کافی باشه. فکر کنم یه 6 تا 7 تا دیگه نونوایی بسازن یه خیال خودم رو راحت کردم. تایم نوراشم فعلا داریم و از این نظر مشکلی نداریم و میتونیم حالا تو این تایمی که هم مقداری گلد به دست بیاریم. الان حدوداً یه 300 تای گلد داریم. خب نون می‌فروشیم و الان دیگه بچه‌ها تایم فارم کردن ما میتونیم خیلی راحت‌تر بچه‌ها الان داخل این تایم تعداد خیلی زیادی گلد به دست بیاریم. خب بچه‌ها الان دیگه میمونیم و تمام سازا رو هر چیزی که هست رو می‌فروشیم. الان دیدید مقدار خیلی زیادی هم گندم دوباره فروختم. الان تعداد خیلی زیادی هم زره دارم داخل انبار سلاحم و میتونم گلد زیادی به دست بیارم. الان 3200 پول دارم و میتونم یه جورایی دیگه همون گلدی که مد نظرم بود و به دست بیارم. احتمالاً بتونم 10000 تا رو به دست بیارم داخل این بازلونی که 5700 گلد دارم. دیگه هر چی دارم و دارم میفروشم. الان 5900 شد. فقط مشکلی که هستش اینه که من هنوز دیوار رو نکشیدم و باید یه مقداری حواسم هم به اون دیوار باشه. الان 6400 گلد داریم، از این نظر خیالمون راحت. حالا هر چی دیگه داخل انبار هست و بچه‌ها میفروشیم و آروم آروم داریم دیوارمون هم بچه‌ها یه جورایی کامل میکنیم. الان دیوار زده اساسی نیست ولی به هر حال نصفش تقریبا زده اساسی. الان 180 تا تقریبا دوباره نون داشتیم، الان 7300 7400 و میریم دیگه هرچی هست رو میفروشیم که گلد مد نظرمون رو به دست بریم. دیگه چوبا هم بفروشیم، الان 8100 گلد داریم، 8500 تایم نوراش هنوز مونده و 8700 و ما میتونیم دوباره گلد به دست بریم. خب بچه‌ها 9000 تا رو تا اینجا تونستیم به دست بیاریم و حالا 9100، حالا 9500، تقریبا 9800. بله بچه تایم نوراشان دیگه تموم شد و ما سریع میریم سربازخونه رو میسازیم و دیدید که ما به هر حال تونستیم تقریبا 10000 تا رو به دست بیاریم داخل پچ 1-3. واقعا بچه یه مقدار دیلی داره. حالا اگه شما یک هم من بازی میکردم قطعا میتونستم 12 از 13، حالا شاید هم بیشتر گلد به دست بیارم. پس تونستیم بچه داخل 10 دقیقه نوراش توی پچ 1-3 10000 تایی رو به دست بیاریم. حالا باید بریم داخل پچهای دیگه من تست کنم ببینم میتونم بیشتر پول به دست بیارم که قطعا این اتفاق میفته، چون به هر حال پچ یک سر دیلی داره یه مقداری و پاپا بیشتر توی دست و بالاتون هستن و این باعث میشه بچه شما یه مقداری از گلد عقب بمونید. خب تونستیم 10000 تا گلد به دست بیاریم و اولین کاری هم کردیم یه تعداد پیرمردانا گرفتیم و بچه شیلدامون رو اوکی کردیم، چون دیگه لازمه هر چیزی برای حمله شیلدا هستن. همونجوری که میبینید بچه حریفمون با تعداد خیلی زیادی فعلا هارسارچر فکر کنم 50 تا هارسارچر اومده و یه اشتباهی که من اینجا انجام دادم این بود که بچا سنگ کم آوردم. اون اول کار نتونستم دیوار کامل زده اساسیم بکشم و الانم نمیتونم کاملش کنم و این خیلی بده الان. و موضوع بعدی بچا اینه که الان ما باید تلاش خودمون رو کنیم یه دفاع خیلی خوب انجام بدیم. بعد از اینکه دفاعمون انجام دادیم نیروهامون آماده میکنیم میریم برای یه حمله 100% و ترجیحاً داخل این بازی بچا از سربازای گرزار استفاده کنم. حالا با هم دیگه بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا شیلامو دارم اوکی میکنم و نیروهای حریفمون هم فعلا روی مپ من نمیبینم که سمتمون اومده باشه. فعلا یه تعداد هارسارچر اومده و بدون شیلد ما فعلا شیلامون رو بسازیم. 10000 تا گلد داریم بچه‌ها، از این نظر خیالمون راحته. میتونیم حتی نوبایامون همین اول کار یه جورایی به پاپ تبدیل کنیم و تعداد خیلی زیادی نیرو بگیریم. خب بچه هارسارچرامون هم اومدن فکر کنم اساسین. بله بچه یه مقدار اساسین داره وارد بیسمون میشه، یه تعداد هارسارچر بردم. بله بچه اساسینا میبینید که دارن وارد بیس میشن. یه تایمی رو بچه ما تحت فشار قرار گرفتیم ولی خب خوبیش اینه که هارسارچر شیلدمون الان با هم ترکیب شد و دیگه حداقل فایت بین هارسارچرها رو قطعا ما میبریم. خب یه دونه شیلدم بیارم و یه تعداد دیگه هارسارچر بگیرم. بچه الان کار مهمی که باید الان انجام بدم اینه که هارسارچر و شیلدامو بچه اوکی کنم و از این نظر خیال خودم رو راحت کنم که قطعا فایت بین هارسارچرها رو ما بزنیم، چون هارسارچرهای حریفمون بچه شیلد ندارن، محافظ ندارن. می‌بینید که الانم 1000 تا گلد دارم، 1000 تا یه جوری غذا دارم میفروشمشون رو تبدیل به گلد میکنم اونا رو. خب دوباره بچه می‌بینید که ما 6000 تا گلد داریم و خیالمون راحته. خب بچه‌ها مکس شوترمون که 50 دلار 58 تا هارسارچر به جای بر نمیخوره، ما هارسارچر شیلدمون بچه اوکی شد، از این نظر خیالمون راحته. خب حریفمون یه مقداری چون شیلداشو نساخته و هارسارچرا رو بک میده. حالا میبینید که تعدادی تبرزیندار داریم، مردم باید خیلی سریعتر بچه‌ها یه تعداد حالا پیاده نظام آماده کنیم و یه فایتی رو با تبرزیندار داشته باشیم. قطعا نیروی ویژه هم هست قاطی این تبرزیندارا. خب بچه اساسینامون هم میاریم و حالا میگم الان یه مقداری نیروهای ما کمه ولی باز همونجوری که خودتون میدونید میتونم نوبایام هم بچه بیکار کنم و دیگه خیال خودمون راحت کنیم و تعداد خیلی زیادی اساسین بگیریم. خب همونجوری که میبینید اساسینا کم کم دارن وارد بیس میشن ولی به نظر من کار اشتباهیه، چون اساسین خالی همونجوری که خودتون میدونید هارسارچرها میتونن تلفات خیلی شدیدی ازش میگیرن. بله همونجوری که میبینید واقعا اساسینا یکی پس از دیگه‌ای دارن از بین میرن و این شاید یکی از اشتباهات حریف ما بود و میبینید که کلی اساسین اینجا از دست داد و تبرزیندارا پشت دیوار موندن دارن تو دیوار رو خراب کنن. میبینید که حداقل 50 تا اساسین اینجا از دست داد. ما هم تونستیم یه مقداری اساسین به هر حال جور کنیم و دیگه کم کم خودمون برای فایت آماده کنیم. یه 50 تا بچه تونستیم اساسین بگیریم. حالا میبینید که از این سمت هم اساسین و تبرزیندار کلی نیرو داره میاد. یه لحظه نووایا رو بیکار کردم، 70 تا پاپ بهمون داد. این 70 تا رو چون پولم دارم راحت میتونم همه‌شون رو تبدیل به اساسین کنم. بله بچه تعداد خیلی زیادی هم اساسین گرفتیم و حالا بریم که از لوردمون محافظت کنیم و یه دفاعی رو داشته باشیم. حالا احتمال خیلی زیاد بتونیم دفاع انجام بدیم. از این برم که هارسارچرا رو تونستیم بزنیم و یه خیال خودمون رو راحت کردیم. خب ببینید که فعلا اساسینا و تاورین دادم این سراغ لورد و به هر حال بله بچه ما تونستیم دفاعی رو انجام بدیم. باید سریعتر بچه‌ها یه حالت دفاعی بیرون بیایم و خودمون رو ارتش آماده کنیم و برای حمله آماده کنیم خودمون رو. خب بچه من میام یه جورایی ساماندهی میکنم، دوباره اون قسمتایی که خراب شده بود و اوکی میکنم، میام دروازه میذارم. اونقدر که من روی اکونومی کار کردم اصلا حواسم به سیستم دفاعی نبود و باعث شد که ما اینجور اتفاقی برامون بیفته و همین اول بازی به مشکل یه جورایی کمبود سرباز روبرو بشیم و حریف اونم از این قضیه استفاده کرد. به هر حال میبینید که ما تونستیم دفاع خیلی خوب و انجام بدیم. دوباره اساسین داره میاد و ما باید سریعتر بریم اساسینا رو بزنیم و دیگه خیال خودمون رو راحت کنیم. خب میبینید که تعدادی از اساسیناش بچا داره از روی دیوار وارد یه جورایی قلعه من میشه. آره یه دونه اساسین بچا اگه عبور کنه میتونه تلفات خیلی زیادی از پاپای ما داخل بیس بگیره، میتونه سازه خراب کنه. پس بهتر ما بریم یه چک کنیم. البته اینجا هم یه تعداد اساسین دارم، 41 اساسین دارم. بله بچا یه 7 8 10 تای اساسین داره میاد داخل و اینا رو زدیم و بریم بچه به سیستم دفاعی بیسمون الان برسیم. نیروهامون رو جلوی بیس خودمون بذاریم و حالا دیوارا رو ترمیم کنیم و یه خندقی بکشیم و حاشیه امنیت درست کنیم. دیوارایی هم که کج کشیده بود و خراب بودن رو پاک کردم. بریم تو کار ترمیم دیوار رو کامل بچه. دیوارا رو هم ضد اساسین میکنم و این دیوارای اضافه هم باید پاک کنم و به جاش خندق بکشم. خب دیگه الان کل بیسمون رو بچه دیوار ضد اساسین کشیم و از این نظر یه خیالمون راحت شد. 200 تا غذا داریم میفروشیم، الان 4600 گل. یه تعداد دیگه حالا اساسین بگیریم و ارتشمون رو بزرگ و بزرگتر کنیم و قدم بعدی احتمال خیلی زیاد باید بریم تو کار ساخت سربازهای گرزدار و دیگه بعید میدونم بچه از این نظر به مشکلی بر بخوریم. خب میریم تو کار کشیدن خندق و اول سر و سامونی به سیستم دفاعیمون بدیم. حالا همونجور که داریم سربازم میخریم حواسمون به سیستم دفاعیمون هم باشه. حالا اساسینا هم میان به بقیه نیروهامون ملحق میشن و این چند تا دیوار اضافه رو پاک کنم. اون قسمت هم یه چند تایی دارم باید اونها هم پاک کنم و خندق رو کامل بکشم که دیگه به مشکل بر نخوریم. خب همونجور که میبینین دیگه خندق کامل کشیده شده. باید یه تعداد برده بگیرم، فکر کنم 24 تا برده بچا کافی باشه. حالا یه دسته نیرو بگیریم دیگه کافی و دیگه سیستم دفاعی رو برامون اوکی میکنه. ببین بردا رو بگیریم بزنیم که کامل خندق رو برامون بکشن. الان 24 تا برد، 3 تا لیزر، 2 تا کموندار، تقریبا این 30 تای پاپ میشن که برامون سیستم دفاعی درست کنن و از این نظر خیالمون هم راحت میشه. خب بردا دارن میرن که خندق رو بکشن. 8100 تا گل دوباره به دست آوردیم و از این نظر هیچ مشکلی نداریم. میایم و سریع تا جلیقه میگیریم. الان 80 تا جلیقه بچا. مشکل اینجا بود که ما از فست کلیکر استفاده می‌کنیم، یه دفعه 80 تا خریدیم. حالا یه چند تاشو بفروشیم و یه جورایی گرز بگیریم و که سربازای گرزدار رو اوکی کنیم و باشون حمله رو انجام بدیم. برای خوبی که سربازای گرزدار دارن بچه‌ها اینه که هم اسپید دارن و هم میتونن خندق رو برای ما پر کنن. در کل بچه‌ها یه سیستم‌های خیلی خوبی برای حمله هستن و میتونید از استراتژی خاصی ازشون استفاده کنید. 150 تا هم گندم داشتن، دوباره گندم‌ها رو فروختم. به هر حال گندم‌ها هم بچه‌ها میتونن داخل به دست آوردن گلد بهتون کمک کنن. خب یه تعدادی توریندار رو هم به نظر خودم اگه بگیرم بد نیست. حالا اگه داخل حمله اول موفق نشدیم بچه‌ها قطعا داخل حمله بعدی از توریندارا هم قطعا استفاده میکنیم. فعلا گرزدارامون رو بچه‌ها اوکی کنیم. 100 تا 100 تای گرزدار 110 تا گرزدار داشته باشیم میتونیم حمله‌مون رو شروع کنیم. حالا همونجوری که خودتون می‌بینید اصلا با کمبود گلد هم بچه‌ها مواجه نیستیم. 70 تا هم دوباره گرز خریدم و می‌بینید که الان غذا هم اوکیه و فکر کنم حدوداً یه 300 تایی هم فکر کنم غذا داشته باشم. بله 380 تا غذا دارم و 5 کی گلد دارم و از این نظر دیگه خیالم راحته که با کمبود گلد هم مواجه نمیشم چون دارم مدام سرباز گرزدار میگم. برای سرباز گرزدارم بچه‌ها همونجوری که خودتون می‌بینید هزینه خیلی زیادی واقعاً داره و ما الان دیگه کم کم باید خودمون آماده کنیم که بچه‌ها یه حمله رو انجام بدیم. ببینید که اصلا گلد من پایین نمیاد در صورتی که دارم نیرو هم اضافه میکنم. به هر حال فکر کنم بچه‌ها نصف تقریبا بیس من خندق کشیده شده چون بردا از کنار دروازه میانی رد شدن. بله بچه‌ها نصف بیس رو خندق کشیدن، الان نصفش مونده. یه خندق کامل بشه من حمله‌مو شروع کردم. میخوام بیشتر اول روی سیستم دفاعیم کار کنم و یه حمله همه جانبه و 100% رو بچه‌ها انجام بدم. خب حالا یه تعداد دیگه بچه‌ها 21 گرز دارم و 21 هم جلیقه دیگه. یه لحظه نونوایی هم بیکار کردم و هر چقدر گولد دارم، حالا هر چقدر که 1600 رو دوباره گولد دارم ولی دیگه پاپ ندارم. 51 به هر حال تونستم اساسین بگیرم، 72 تا تورزنده رو همه رو با هم دیگه جمع کنم ببینم تعداد نیروام چقدره. فکر کنم یه 400-450 تا نیرو داشته باشم. بله 446 تا بچه نیرو دارم. خب نیروامون رو جمع کنیم، شد 167 تا اساسین و دقیقا 110 تا نیروی گرزدار. خب بچه با هم دیگه یه حمله رو انجام میدیم، میریم با هم دیگه یه حمله خیلی خفن رو با هم دیگه ببینیم. فعلا ببینید که حریفمون هم پاپاشو پخش کرده و احتمال خیلی زیاد تمام این پاپا تبدیل به سرباز بشن. ما سریع بریم که دیوار رو خراب کنیم، خندق رو پر کنیم و یه حمله رو به بیس حریفمون داشته باشیم. حالا تعداد نیروهای حریفمون خیلی واقعا کمه، گولدش هم خیلی کمه. حالا ببینید که همه رو داره تبدیل به تبرزیندار میکنه. فعلا سربازه گردا دارن دیوار رو خراب میکنن. حالا یه تایمی هم طول میکشه تا اون خندقه پر بشه و تو این تایم حریف رو میتونه نیروی خیلی زیادی هم باز بگیره. یه تعداد هم هارسارچر دارم میبینم که خرید و حالا دیگه داره ارتش خودش رو سریعتر ساماندهی میکنه و یه فایت رو احتمالاً الان با هم دیگه ببینیم. البته فکرم تعداد نیروی من انصافا خیلی بیشتر باشه و بعید میدونم فعلا حریفمون بچه بتونه اینجا کاری رو انجام بده. خب بچه راه باز شد ولی همجور که خودتون من الان حمله نمی کنم، چون من بیشتر ترجیح میدم یه مقداری از یه دونه پیکسل بیشتر خندق پر بشه، چون ممکنه اینجا کمپرس شدید اتفاق بیفته و ما اینجا فایتو بخوریم. خب بچه با هارسارچر و شیلد و تور یه جورایی سرباز گرزدار و اساسین وارد بیس میشیم و اساسینا رو میفرستیم که یه فایتی رو انجام بدم. از این برم سرباز گرزدارا رو میفرستیم هر چقدر سازه هست خراب کنه، چون میبینید که اسپید بالایی دارن و راحت میتونن سازه ها رو خراب کنن و یه جورایی میبینید که حریف اومده از راهبا استفاده کرده و به هر حال راهبا بچه نیروهای خیلی خوبی هستن، ولی به نظر خودم برای دفاع حداقل باید 100-150 تا داشته باشین، برای حمله که دیگه حداقل 300 تا باید راهب داشته باشین که بتونین باهاشون حمله کنین. خب از این نظر که ما تونستیم تعداد اساسین و یه جورایی تبرزینداراشو بزنیم، اون فقط یه مقدار راهب مونده. واقعا راهبان نیروهای خیلی خطرناکی هستن انصافا، چون اگه کمپرس بشن به شدت قوی میشن و نمیشه به راحتی یه جورایی زدشون. خب همجور که میبینید با سربازهای گرزدار افتادیم و تعداد خیلی زیادی سازه ازش خراب کردیم. یه دونه کلیسا ازش زدیم 1000 تا و دوباره یه دونه کلیسا ساخت. بعید میدونم دیگه بچه بتونه نیروی رو به خدمت بگیره و ما یه جوره بیس رو کامل جمع کردیم. الان دیگه فقط منتظر جی جی دادن حریفمون هستیم. خب بچه اگه از این دست بازی استراتژی خوشتون میاد حتما کانال رو سابسکرایب کنید، کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشین که ویدیوهای خیلی زیادی از جنگ‌های صلیبی داخل این کانال گذاشته میشه. خب بچه‌ها دیگه فکر کنم بازی دیگه تموم شده است دیگه، حریفم چیزی برای از دست دادن نداره. ما احتمالاً دیگه برم لورد رو بزنم. آره دیگه می‌بینید که حالا بله بچه جیجی رو داد و ما هم سریعتر با نیروهامون می‌ریم که لورد رو بزنیم و دیگه بازی رو تموم کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. آمار بازی هم واسهتون می‌ذارم می‌تونین ببینید. We are victorious, Simon.